اصطلاحات مکالمه تلفنی. هلو دانش خان، سلام. هلو، سلام دانش خان، به اشتباه گرفتید. ببخشید، خدا حافظ. خواهش میکنم، خدا حافظ. بله، اشتباه گرفتم، خدا حافظ. بله آقا، اشتباه گرفتید. شما شماره تلفن را اشتباه گرفتید یا گرفته اید. شما در ایران تلفن داشتید؟ بله، ما سیم کارت اعتباری داشتیم. سیم کارت اعتباری یعنی پریپید سیم کارت. سیم کارت اعتباری. بله، سیم کارت اعتباری. می توانستیم هم پیغام متنی یعنی اس ام اس و هم پیغام تصویری یعنی ایم ایم ایس ارسال کنیم یا دریافت کنیم؟ می توانستیم. زمان گذشته استمراری است. می توانستیم یعنی هم یعنی هم یعنی بی هم می توانستیم پیام متنی و هم پیام صوتی و هم پیام تصویری ارسال کنیم و دریافت کنیم. می توانستیم هم پیغام صوتی یا پیغام تصویری یا پیغام متنی هم ارسال کنیم و هم دریافت کنیم. ارسال کردن و فرستادن هم معنی هستن، یعنی دونوں کا ایک ہی معنی ہے، یعنی بھیجنا. فرستادن و ارسال کردن هم معنی هستن یعنی بھیجنا. اگر آپ کے پاس وہاں پر ٹیلی فون تھا تو پھر آپ لوگوں نے کانٹیکٹ کیوں نہیں کیا؟ ہم وہاں سے فون کر رہے تھے آپ کو، یہاں ہم لوگوں نے فون ملایا بھی، لیکن زیادہ تر فون یا بزی تھا یا کوئی اٹھا نہیں رہا تھا. فارسی میں بات کرو. اگر شما تلفن داشتید پس چرا با من تماس نگرفتید؟ اگر ما تلفن همراه داشتیم چرا با شما تماس نمی گرفتیم؟ ما با شما تماس می گرفتیم ولی اینجا یا تلفن اشغال بود یا کسی گوشی بر نمی داشت یا تلفن قطع بود. گوشی را برداشتن یا تلفن را جواب دادن یعنی فون پر بات کرنا یا فون کا جواب دینا. قطع بودن خط تلفن یعنی فون کا لائن کٹ ہونا. اشغال بودن یا جواب دادن یا قطع بودن خط تلفن. سلام، بفرمایید. ببخشید آقا دانش، تشریف دارند یا آقا دانش هستند؟ نه خیر، تشریف ندارند یا نیستند. کی یا چه وقت تشریف می آورند یا می آیند؟ ساعت 8 شب میان یا می آیند. لطفاً به او بگویید من تلفن کردم.
میخواید براشون پیغام بذارید یا پیغام بگذارید؟ نه متشکرم، من بعداً تلفن میکنم. خداحافظ. خواهش میکنم. خداحافظ یا خدا نگهدار. آپ دونوں شوہر بیوی کافی فنکار ہیں. ماں زن و شوہر ہر دو ہنرمند ہستیم. خیلی ممنون، بہت بہت شکریہ آپ کا. اینجا مسجد جامع شهر اصفهان است. اینجا مسجد جامع شهر اصفهان است. چقدر زیباست. بله خیلی. اینجا در سده پنجم هجری شمسی، یعنی تقریبا 1000 سال پیش ساخته شده است. اینجا در سده پنجم شمسی هجری. هجری شمسی یعنی تقریباً 1000 سال پیش ساخته شده است. درسته. یا میتونیم بگیم به عبارتی قدمت اینجا 1000 سال پیش است. قدمت اینجا 1000 سال پیش است. درست. این مسجد 1000 سال قدمت دارد؟ 1000 سال؟ بله آقا. این مسجد 1000 سال قدمت دارد. اینجا کلیسای وانگ، کلیسا یعنی چرچ. اینجا در سال 1606 میلادی ساخته شده است. اینجا کلیسای وانگ است. اینجا در سال 1606 عیسوی میلادی ساخته شده است. درست. یعنی سال 1606 عیسوی میں یہ بنا ہے. خیلی اصفهان خیلی قشنگ است، خیلی زیبا است.
بله بسیار زیبا است. آفرین، خیلی فارسی گفتی. بگو آفرین شوهر گلم. خیلی خوب، آفرین شوهر گلم. ببین این کلیسا، کلیسا یعنی چرچ، و این مسجد نزدیک. چرچ اور مسجد مجھے معلوم ہے، ایران میں مختلف مذاہب کے ماننے والے ایک ساتھ اور مل جل کر رہتے ہیں. بله همینطوره. دست شما درد نکند یعنی؟ یہ ایک طریقے کا تکلف ہے اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ نے زحمت کی. یعنی یہ ایک طرز گفتگو ہے وہاں پر، یعنی تعارف، یعنی ایران میں، یعنی ہندوستان میں، جیسے ہم لوگ کے لکھنؤ میں، ہندوستان میں لکھنؤ میں تعارف یعنی تکلف، بہت زیادہ تواضع انکساری سے پیش آنا. ان کلمات کا، ایسے کلمات کا استعمال کیا جاتا ہے، ایسے الفاظ کا وہاں پر استعمال کیا جاتا ہے، جیسے دست شما درد نہ کند، زحمت کشیدید یعنی آپ نے زحمت کیا، زحمت نہ کشید، قابل شمارہ نہ دارد، قابلی نہ دارد، لطفاً بفرمائید، خواہش میکنم، و همین ایسی طرح اور دوسرے تعارفات ان کے، مہمان ما باشید، ببخشید، مختلف پیشوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. بگو فارسی، بگو بے فارسی یعنی فارسی میں کہیے، مشاغل یعنی دربارے مشاغل صحبت کنید، راجب دربارے یعنی پیشوں کے بارے میں، یعنی راجب دربارے یعنی بارے میں. مشاغل یا شغل ها جمع شغل هستند، شغل یعنی پیشه. صحبت کنید یعنی بات کیجیے. صحبت کنید یہ فعل امر ہے. صحبت کنید یعنی بات کیجیے. درباره مشاغل یا شغل ها صحبت کنید. مشاغل جیسے مانندے یعنی جیسے، یعنی طلا فروشی، یعنی سونا بیچنے والا، ان یک مشاغل یعنی ایک پیشہ است. پیشہ یعنی اردو، مشاغل یعنی فارسی. بنا یعنی عمارت، مهندس ساختمان یعنی سیویل انجینیر، خیاط یعنی تیلر، خیاطی یعنی سلائی کی دکان. خیاط یعنی تیلر، خیاطی یعنی سلائی کی دکان، یعنی جہاں پر سلائی ہوتی ہو کپڑوں کی. ہاں صحیح. میں سوچ رہا ہوں ایک کلپ بناؤں، الگ الگ مشغلوں کی ایک کلپ بنا. به فارسی صحبت کن اولا. چشم. و دوما میشه میخواهم یک نماهنگ یا موسیقی تصویر از مشاغل بسازم. میخواهم نماهنگ یک نماهنگ بسازم. نه. درست. نه. میخواهم
نماهنگ مشاغل بسازم. خب پس اون وقت باید بگی میخواهم نماهنگ مشاغل را بسازم. میخواهم نماهنگ مشاغل را بسازم. درسته. دستگاه اونه تو جواب بده. من؟ تو جواب بده. بگو خودت جواب بده. خودت بگو. جواب بده. چش. هلو. سلام. بله. میخواستم. میخواستیم. میخواستی با سمیرا خانم صحبت کنم؟ صحبت کنین. صحبت کنی؟ بله. چند لحظه گوشی؟ بپرس کیه؟ بپرس کیه؟ بگو ببخشید شما؟ ببخشید شما؟ الو؟ سلام. متشکرم شما؟ ببخشید به جا نیوردم. سلام، احوال شما؟ خوب هستین خانم عارفی؟ قربان شما، شما خوب هستین؟ ممنونم. بله سلام دارم خدمتتون. همسر شما خوب هستن؟ شما هم سلام ما رو خیلی برسونید. بله بله. چرا؟ نه باور کنید اینجوری نیست. نه اتفاقا من خیلی دوست داشتم بتونم همه دوستامو ببینم، ولی واقعیتش من اصلا دفترچه تلفنمو منزل جا گذاشتم و بعدم که اومدم اینجا دیگه محشی جون یه ایمیل بهشون زده بودم، لطف کردن اومدن دنبال ما، ما رفتیم منزلشون و بعد دیگه بقیه دوستان خیلی اتفاقی دیدیم. بله بله شما لطف داری، کم سعادت بودی، قربان شما. بله ما الان توی شهر اصفهان هستیم. والله خیلی دوست داریم یزدان ببینیم، ولی فکر کنم فرصت نمی کنیم. انشالله باشه سفرهای بعدی. بله بله ممنون، شما لطف داری، خیلی ممنون. نه هیچ کاری نیست، هیچ کم و کسری نیست، لطف کردین تماس گرفتین، خیلی خوشحالم کردین، قربان شما، عرضی نیست. خدا نگهدار. خدا نگهدار. راستی تو نمیخواستی از شهرستان یزد دیدن کنی؟ راستی؟ راستی یعنی آره ها، دیدن کردن یعنی دیدن، یعنی دکنا. نمیخوای دیدن کنی یعنی دکنا نهی چاهته ها؟ من نمیخوام شهرستان یزد، شهر یزد. یزد کجا است؟ یزد در واقع در کویر ایران واقع شده، یکی از شهرهای کویری ایران محسوب میشه. کویر؟ کویر؟ کویر یعنی ریگستان، یعنی بیابان، از مناطق گرم و خشک محسوب میشه. ریگستان یعنی بیابان. ایران جز کشورهای چهار فصله. من نمیخوام شهر یزد را ببینم. نمیخوای ببینی؟ نمیخوام. باشه پس نمیریم ببینیم.